24 روم ماه زلحجه یادآور واقعی عظیم مباهله اهل بیت پیامبر اسلام با مسیحیان نجران است. در این روز مسیحیان از انجام مباهله منصرف شدند و به حقانیت دین اسلام و پنجتن آل عبا اعتراف کردند. یکی از مهمترین وقایعی که در روز 24 زلحجه سال دهم هجری قمری رخ داد موضوع مباهله اهل بیت علیهم السلام با نصارای نجران بود رسول خدا صلی الله علیه و آله در این سال نامه ای برای نصارای نجران فرستاد و از آنها خواست که یا خدای یکتا را عبادت کنند و مسلمان شوند و یا به مسلمین جزیه بدهند و بر مذهب خود باشند. بنی نجران پس از دو روز مشورت تصمیم گرفتند هفتاد نفر از بزرگان خود را برای تحقیق به مدینه بفرستند آنان به مدینه آمدند و خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله شرفیاب شدند اما هرچه آن حضرت دلیل و برهان آوردند آنان قبول نکردند و امر به مباهله واگذار شد جبرئیل علیه السلام نازل شد و آیه 61 سوره آل امران را قرائت کرد اگر کسی با تو مجادله کند بعد از علمی که دنز تو آمده بگو بیایید تا فرا خانیم پسران خود و زنهای خود و کسی که به منزله جان ماست آنگاه نفرین کنیم و لعنت خدا را بر دروغ قرار دهیم روز موعود یعنی 24 زلحجه فرا رسید اسقف با همراهان آمد و به پیامبر گفت با چه کسانی با ما مباهله می کنید رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند با بهترین اهل زمین و نیکوترین جهانیان نزد خدای متعال چرا که از طرف خدا امر شدم آنها را بیاورم و اشاره به آل عبا علیه السلام فرمودند اسخف و علمای بنی نجران که چشمشان به اهل بیت علیه السلام افتاد رنگ چهرهشان متغیر شد گروهی از ایشان به بنی نجران گفتند آن بزرگواران منتظرند که دست به دعا بردارند به خدا قسم اگر سخنی گویند از ما نشانی باقی نمیماند برویم و با او صلح کنیم گروهی فیل مسلمان شدند و دیگران که حاضر به پذیرفتن اسلام نبودند و قدرت جنگ با مسلمانان را هم نداشتند حاضر به پرداخت جزیه شدند این روز عظیم یکی از اعیاد بزرگ اسلامی به شمار می رود و اعمال مستحب از جمله روزه، خصل صدقه، نماز و دعای خاصی نیز برای آن ذکر شده است سعید بهاری، شیه ویوز، اخبار شیعان جهان